استراتژی ضد تروریستی دولت آمریکا از سال 2011 در محور و کانون خودش القاعده رو به عنوان اصلی ترین تهدید این کشور معرفی میکرد. اما روز پنجشنبه 12 مهر این استراتژی از القاعده روی رژیم ایران چرخید. گزارشی از خبرگزاری رویتر. دولت ترامپ اولویت بیشتری به ایران و گروه‌های تندرویی که رژیم ایران از آنها حمایت می‌کند می‌دهد و از یک استراتژی ضد تروریسم حمایت می‌کند که اسنادش روز پنجشنبه منتشر شد و فشار واشنگتن بر تهران را بیش از پیش افزایش می‌دهد. استراتژی که توسط جان بولتون مشاور امنیت ملی منتشر شد برای اولین بار است که روی ایران می‌چرخد. از سال 2011 سیاست ضد تروریسم دولت اوباما تنها روی القاعده متمرکز بود. اینکه در دولت ترامپ اولویت به رژیم ایران داده می شود با این هدف است که نفوذ این رژیم در خاورمیانه و برنامه موشک بالستیک آن و حمایت از گروه های افراطگرا مهار شود. رژیم ایران در سال 2011 به عنوان یک دولت حامی تروریسم نامگذاری شده بود، اما اسناد اخیر نشان می دهد چگونه دولت ترامپ رژیم ایران را در کانون نگرانی‌های آمریکا قرار داده است. گروه‌های تروریستی تحت حمایت رژیم ایران همچون حزب الله و حماس و جهاد اسلامی برای آمریکا و منافع آن تهدید هستند. آمریکا در نظر دارد از 4 نوامبر بخش نفتی ایران را مورد تحریم قرار بدهد. جان بولتون گفت دولت در نظر دارد تمامی وارد کنندگان نفت ایران خرید نفت از رژیم ایران را به صفر برساند. بولتون افزود موتور محرک استراتژی جدید تعقیب افراطگرایان در مرکز فعالیتشان و قطع آنها از مرکز پشتیبانی کنندهشان می باشد.